این خانواده که در روستای قرچی ولسوالی کلکان کابل زندگی می کند ادعا دارد که در حدود 2 ماه پیش بشیر یک عضو خانوادهشان که در لوی سارنوالی راننده بود شبنگام از سوی نیروهای ویژه امنیت ملی در این روستا آماج قرار گرفت و جان باخت. اندم 4 روز خانه را محاصره میکنه، یکی بیچاره بچیم مبرز کتکین سیل میکنه، یک مرمی میادیم صندوق سینه میدن. بعد یک غرمغال شده که بدر بر اومدیم، بعد یا گفتن ما وظیفه ما ختم شد خیتن رفتن. دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارش آن نیروهای ویژه امنیت ملی و قطعه محافظت خوست را که زیر حمایت CIA هستند به جرایم جنگی متهم ساخته و گفته است که این نیروها در عملیات‌های شبانه به کارهای بی‌رحمانه، تخطی‌های جدی و فراقانونی، کشتار غیرنظامیان، روبودن افراد و دادگاه‌های صحرایی دست زده‌اند. به هیچ وجه نمی‌تواند توجیه پذیر باشه و مورد قبول مردم افغانستان واقع شود. دولت افغانستان مسئولیت دارد که در جریان عملیات های نظامی اصول و معیارهای حقوق بشردوستانه بین المللی را به شکل کامل رعایت بکند. این نهاد گفته است که نیروهای قطعات 01, 02, 03 و 04 که در ظاهر زیر اداره امنیت ملی فعالیت می کنند اما در اصل از سوی سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA حمایت و تمویل می شوند. و نیز به دستور امین سازمان پس از آموزش‌ها عملیات‌هایشان را راه اندازی می‌نمایند. بالای دشمن نه بلکه بالای مردم حمله می‌کنند به خاطر پیروزی. از این خاطر است چیزی که به معاصرتش کم شده امیال و طالبا از او استفاده خوب می‌کنه. اینی عملیات‌هایی است که در شب هم بالای هدف نیست و بمبار دشمن بالای هدف نیست. دیدبان جهانی حقوق بشر از امریکا و حکومت افغانستان خواسته است که تمامی نیروهای ویژه امنیت ملی و نظامیانی را که خارج از چارچوب نیروهای دولتی هستند و از سوی CIA پشتیبانی می شوند خلاصلا کنند و منحل بسازد و در کنار این در بررسی های مستقلانه درباره اتهام های جرایم جنگی و نقض حقوق بشر همکاری کنند. گزارش بعضی از حقایق هم رونما ساخته و دارای بعضی از معلومات با اشتباه هم می باشد. ما همه این موارد مطالعه و ارزیابی می کنیم و جواب مفصل از او را ارائه خواهد کردیم. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که بر بنیاد گزارش اخیر یونما تلفات غیرنظامیان در عملیات های شبانه و حمله های هوایی در ماه های اخیر به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است.